سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. وضع بالاترین سطح امنیتی در فرانسه متعاقب حمله مسلحانه مرگبار در شهر استراسبورگ. برگزاری رأی‌گیری سرنوشت ساز در پارلمان بریتانیا به خاطر تعیین سرنوشت رهبری تریسا می صدر اعظم آن کشور. A change of leadership in the Conservative Party now will put our country's future at risk. با شورای عالی صلح افغانستان ترکیب اعضای برد عالی مشورتی صلح را ناعادلانه خوانده و آن را به دلیل آنچه که حضور سمبولیک زنان می‌خواند ناقص اعلام کرد. سلام، سیار زیا هستم. با تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 12 ماه دسامبر سال 2018 است و فراموش نکنید که برنامه کنونی در فیسبوک دری صدای آمریکا همین لحظه به گونه مستقیم نشر میشه. خبرها را با گزارشی از فرانسه آغاز میکنیم. مهاجم که یک مرد 29 ساله است و یک دوسیه جنایی خشونت افرادگرایی نزد پلیس فرانسه و کشور همسایه‌اش یعنی آلمان داره، بر یک تجمع از کسایی که گفته میشه از میلاد مسیح و یا از عید میلاد مسیح در شهر استراسبورگ فرانسه تجلیل میکردن شب گذشته حمله کرده که در نتیجه گفته میشه دو کس کشته شده و در نتیجه از این به اضافه تر از 10 نفر دیگه، ممکن 14 نفر دیگه زخمی شده. با گفته سارنوالان مهاجم با تفنگچه و چاقو مسلح بوده و یک مقام دولتی ارشد فرانسه هم میگه که 5 نفر دیگر در ارتباط به حمله استراسبورگ دستگیر شده. پلیس فرانسه سطح تعدید حملات را هم به حمله اضطراری و یا هم وضعیت امنیتی را به بالاترین حدش ارتقا داده و منصوبین پلیس در سراسر منطقه و همچنان البته منطقه استراسبورگ مستقر شدن. امنیت مرزی و حضور گسترده پلیس در اطراف و نواحی بازارهای کریسمس نیز افزایش یافته است. سطح امنیتی هرگز به اندازه کافی بالا نخواهد بود تا از حمله یک فرد دیوانه جلوگیری شود. این کاملا اجتناب ناپذیر است. شما چه کرده می توانید؟ این اتاک کریمینل. اما امروز یک روز خیلی دشوار برای همه در اروپا است. مهاجم مسلح شهری را هدف قرار داد که نماد از صلح است و در مرز بین فرانسه و آلمان قرار دارد. یک حمله جنایتکارانه علیه صلح، علیه دموکراسی، علیه شیوه زندگی ماست. ما باید واکنش دقیق مقابل کسانی که میخواهند به دموکراسی آسیب برسانند نشان دهیم. ما نباید روند عادی را تغییر دهیم. به همین دلیل است که روز گذشته به کار خود ادامه دادیم و تا نیمه شب کار کردیم. امروز ما اینجا هستیم تا به کار خود ادامه دهیم. چرا؟ به خاطر که قدرت آزادی، دموکراسی در برابر خشونت، جنایت و تروریسم پیروز می شود. مقامات فرانسوی روز پنجشنبه 5 نفر به دلیل افشای مظنونینی که در یکی از مشهورترین محلات کریسمس اروپا در شهر استراسبورگ بازداشت کردند. در همین حال در انکشافات دیگر در فرانسه مؤسسان فرانسوی در برابر برنامه‌های رئیس جمهور مکرون برای تغییر برنامه‌های تحصیلات عالی و جایگزین ساختن برخی از موضوعات گسترده دیگر در ارتباط با مؤسسان اعتراض کردند. این تظاهرات تازه در فرانسه در حال است که دولت هنوز در تلاش به خاموش ساختن اعتراضات مظاهرچیان موسوم به واسکت زردها روبرو است. آنها به خاطر افزایش مالیات، مواد سوخت و بی‌عدالتی اجتماعی دست به مظاهره گسترده زدند. باید یادآور شوم که تظاهرات واسکت زردها در فرانسه باعث جراحت صدها تن، بازداشت بیش از 1000 نفر و آسیب و خسارات زیادی در پاریس شده است. علاوه بر خسارات وارده، اخلال در بودجه سیاحت فرانسه را با کسر بودجه مواجه ساخته است و تقریبا نیمه از مردم آن کشور باور دارند که اعتراضات واسکت زردها پایان بخشیده شود. در بریتانیا اعضای حزب محافظه‌کار پارلمان بریتانیا امروز ساعت 6 به وقت محل در خصوص ادامه کار تریسا می صدر اعظم آن کشور رأی خواهند داد. این تصمیم در پی درخواست شماری از اعضای محافظه‌کار پارلمان بریتانیا برای دادن رأی اعتماد به خانم می اتخاذ گردیده است. در صورت باخت در رأی گیری امروز، خانم می رهبری این حزب را از دست داده و از مقامش با عنوان صدر اعظم بریتانیا کنار خواهد رفت. شرح بیشتر در گزارش از یلدا بکتاش.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا امروز عهد کرد که در صورت دریافت رأی عدم اعتماد از اعضای حزب محافظه‌کار پارلمان آن کشور با تمام وجود برای تغییر آن مبارزه خواهد کرد. وی خاطر نشان کرد که تغییر در رهبری آن کشور می تواند روند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را با تأخیر مواجه ساخته و یا آن را متوقف سازد. خبر بر چالش کشیدن قدرت و توان رهبری خانم می مانع جدید بر سر راه مسیر سخت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا ایجاد می کند که قرار است 29 ماه مارس سال آینده میلادی صورت گیرد. بسیاری از قانونگذاران حزب محافظه‌کار از شیوه کار خانم می در مدیریت خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت عصبانی‌اند. این مخالفت‌ها از زمان افزایش یافته که خانم می رأی‌گیری را که توافق خروج آن کشور از اتحادیه اروپا را تایید می‌کرد به تأخیر انداخت. برای من مناسب نیست که در مورد تعداد و محتوای نامه‌ها اظهار نظر کنم. قوانین کاملا واضح هستند. اگر حداقل 15% از اعضای حزب محافظه‌کار پارلمان برایم نامه ارسال کنند، این وظیفه من است که صدر اعظم را مطلع بسازم. خبری که خانم می نیز آن را تایید می‌کند. آقای گرهام تأکید کرد که وی 48 نامه از اعضای محافظه‌کار پارلمان دریافت کرده است. بنابراین رأی‌گیری توسط حزب محافظه‌کار انجام خواهد شد. اما می اضافه کرد که در صورت گرفتن رأی عدم اعتماد، او با تمام وجود برای ماندن در مقامش مبارزه خواهد کرد. این اظهارات در پی آن صورت گرفت که خبرها از ارسال حداقل 48 نامه به آقای برادی خبر می‌دهد که موضوع رأی عدم اعتماد را تقویت می‌کند. در صورت باخت در رأی‌گیری امروز، خانم می باید از قدرت کنار رفته و میدان را برای جانشین خود که طی یک رقابت انتخاب خواهد شد باز کند. قرار است امروز ساعت 6 به وقت محلی رأی‌گیری انجام شود. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. ادامه اختلاف نظر میان رئیس جمهور و قانونگذاران دموکرات ایالات متحده در مورد بودجه، حکومت این کشور را بار دیگر با تهدید تعطیلی روبرو ساخته است. یکی از موارد عمده اختلاف میان هر دو طرف موضوع تمویل برنامه اعمار دیوار سرحدی با مکزیک است. با وجود آن که رئیس جمهور ترامپ و رهبران قانونگذاران دموکرات دیروز یک دیدار نیز داشتند، اما هر دو طرف نتوانستند تا به یک توافق برسند. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و همکنون در برنامه از مقابل امارت کنگرس با ما هستند. عزیز جان سلام و خسته نباشین. مورد اختلاف اساسی در دیدار دیروز بین دو طرف چی بود؟ خب تشکر. مورد اساسیش مقدار پول بود. رئیس جمهور دونالد ترامپ میخواهد که در بودجه سال 2019 $5 میلیارد به خاطر تأمین امنیت سرحد جنوبی و نیز اعمار دیوار سرحدی با مکزیکو تخصیص داده شود، اما قانونگذاران دموکرات پیشنهاد 1.3 میلیارد دلار را کردند و گفتند که این مقدار پول به خاطر اعمار نیست، بلکه تنها به خاطر تأمین امنیت سرحد جنوبی است، چرا که به باور دموکرات ها اعمار از دیوار در قدم اول غیر مؤثر است و در قدم دوم پرهزینه است. اما رئیس جمهور دونالد ترامپ در توییتر خود گفته که مردم پی نمی‌برند که تا حال چقدر این دیوار، البته با شمول بازسازی واقعا مؤثر آن، تکمیل شده است. ترامپ اضافه کرده که اگر دموکرات ها به خاطر تامین امنیت کشور به ما رأی ندهند، اردو بخش های باقی مانده این دیوار را اعمار خواهد کرد. حال هر دو طرف تا تاریخ 21 ماه دسامبر وقت دارند که به یک توافق برسند و بودجه تصویب شود. اگر تصویب نشود تا تاریخ 21، به تاریخ 22 ماه دسامبر ما شاهد مسدود شدن قسمی حکومت واشنگتن خواهیم بود. یک اعلام غیر معمول رئیس جمهور در قصر سفید. افتخار می کنم که به خاطر امنیت سرحدات حکومت را مسدود کنم. رئیس جمهور ترامپ میگوید که تامین امنیت با اعمار دیوار بر سرحد میان ایالات متحده و مکزیکو بستگی دارد، اما دموکرات ها دیوار سرحدی را غیر مؤثر و گران میخوانند. ما باید در مورد اینکه کدام کار نتیجه دارد، چقدر پول مصرف شده و چقدر مؤثر است، بر اساس اسناد صحبت کنیم. این چیزی است که مربوط امنیت کشور ما میشود. در حالی که تنها 9 روز دیگر برای توافق روی بودجه باقی مانده است،
بحث ها نشان می دهد که هر دو حزب به خاطر رسیدن به یک توافق از هم بسیار دور هستند. ما برای رئیس جمهور پیشنهاد دو راه را می کنیم که با انتخاب هر یکی آن می توان اکثریت آرا را در مجلس نمایندگان و سنا به دست بیاوریم و جلو مسدودیت حکومت گرفته شود. برای تامین امنیت سرحد جنوبی دموکرات ها پیشنهاد 1.3 میلیارد دلار را کرده اند. جمهوری خواهان این مقدار را کافی نمی خوانند و رئیس جمهور خواستار 5 میلیارد دلار می باشد که پول اعمار دیوار نیز شامل آن است. این طرز دید که اقلیت‌ها یا اکثریت آینده این مجلس نمایندگان مخالف امنیت سرحدی خواهند بود مسخره است. ما خواستار امنیت سرحدات هستیم، اما طوری که می‌دانید تایید هر یکی از این مسوده‌ها به 60 رأی در سنا ضرورت دارد. کسب 60 رأی در سنا به این معناست که تایید بودجه در این مجلس با آرای اعضای دموکرات نیز ضرورت دارد. قانونگذاران انتظار فراه رسیدن رخصتی های کریسمس را دارند، اما می دانند که با یک پیامد سیاسی روبرو خواهند شد. هیچ رئیس جمهوری نباید بگوید که به خاطر مسدود ساختن حکومت افتخار می کند. فرق نمی کند که چه کسی باعث مسدود شدن حکومت می شود. مردم امریکا این کار را خوش ندارند. در سال 2018 میلادی این 30 بار خواهد بود که حکومت قسمان مسدود می شود و ضمن تأخیر خدمات کلیدی میلیون ها تن را در سراسر کشور متاثر خواهد ساخت. خب، در یک موضوع مجزا از بودجه، رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته که در مورد استیضاح شدن از جانب کنگره نگران نیست. البته در اواخر تعداد از قانونگذاران دموکرات با موضوع استیضاح رئیس جمهور با دلیلی که اونا برش تخلف از قانون انتخاباتی میگویند اشاره کرده بودند، اما رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز در این مصاحبه گفته که مشکل است تا یک فرد را که هیچ عمل نادرست را انجام نداده باشد و به خاطر بهبود اقتصاد کشور کار کرده باشد استیضاح شود. آقای زیا عزیز جان، تشکر از شما، بخیر، روز خوش. در افغانستان شورای عالی صلح کشور یک روز پس از اعلام برد عالی مشورتی صلح از سوی رئیس جمهور غنی ترکیب اعضای این برد را ناعادلانه می‌داند و آن را به دلیل آنچه که حضور سمبولیک زنان می‌خواند ناقص اعلان کرد. حبیبه سرابی معاون این شورا در کنفرانس ملی پیرامون زنان در روند صلح می‌افزاید که در این برد توازن جنسیت در نظر گرفتن نشده است. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که این برد از خواسته های همه مردم افغانستان نمایندگی خواهد کرد. در همین حال جان باس سفیر ایالات متحده آمریکا تاکید میکند که در برد مشورتی صلح زنان باید نماینده فعال داشته باشند. جلال میرزا در این باره از کابل گزارش دارد. دروازه مشارکت زنان در گفتگوهای صلح قفل است. آیا این ترکیب عادلانه است؟ سخنی که معاون شورای عالی صلح افغانستان بر زبان می آورد. این مقام شورای عالی صلح این کشور بر شکستانیدن این قفل تاکید می کند و می گوید که ترکیب برد و مشورتی صلح به علت کمبود حضور زنان ناعادلانه است. نسبت به این برد مشورتی اعتراض دارم که زنان حضور مساوی ندارند. نصف نفوس جامعه هستند در وقت رای دادن، نه در وقت مشارکت. جوانان در اینجا حضور ندارند، جامعه مدنی در اینجا حضور نداره، پس به این خاطر این برد ناقص است. حکومت افغانستان دیروز فهرست برد مشورتی صلح را اعلام کرد و در این برد در میان 33 از 2 زن نیز شامل است. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرای دولت وحدت ملی افغانستان میگوید که در گفتگوهای سال حقوق همه شهروندان این کشور در نظر گرفته خواهد شد. امید اطمینانم میتونم که هیئت مذاکره کننده افغانستان در جریان مذاکرات خواستهای همه مردم افغانستان نمایندگی میکنه و با تنگ نظری در اوجه برخورد با قضایا نخواهد کردن، چون یک مسئولیت بسیار بزرگ است از یک دایره بسیار پاک. سفیر ایالات متحده آمریکا خواستار افزایش حضور زنان در گفتگوهای صلح شد و گفت که در گفتگوهای صلح نباید نیمی از جامعه نادیده گرفته شود. من میدانم که اکنون کوشش و تعهد همکار ما آقای خلیلزاد مورد توجه مردم افغانستان است،
و در این تلاش های او که اکنون ادامه دارند رای حل به دست بیاید که نتیجه آن صلح باشد. میدانم که نگرانی های وجود دارند که او به نمایندگی مردم و حکومت افغانستان با طالبان صلح می کند، اما او چنین نمی کند. اما اینجا جریان سیاسی محور مردم افغانستان موضع‌گیریش را درباره گفتگوهای صلح اعلام کرد و گفت که طالبان باید در گفتگوهای صلح رهبری و نشانی واحد داشته باشند. نقش زنان افغانستان که در قانون اساسی نافذ کنونی ما دارای دستاوردهای بزرگ هستند و مشارکت عظیم و سازنده و گسترده در نهادهای قانونگذاری اجرایی و عدلی یافتند و در همچنین در پوهنتونها و دانشگاه‌های ما باید همچنان دارای حقوق و آزادی‌های مطروحه در قانون در قوانین کشور ما باشند و از این لحاظ هیچ آسیبی نبینند. این جریان سیاسی پیشنهاد می‌کند که در هنگام گفتگوهای صلح باید آتش بس اعلام شود. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید که برقراری صلح در افغانستان به نفع پاکستان و هند است. آقای قریشی در صحبت با صدای آمریکا یک بار دیگر بر این خواست پاکستان تاکید کرد که هند نیز در برقراری صلح در افغانستان باید همکاری کند. وزیر خارجه پاکستان همچنین گفت که برقراری صلح در افغانستان میتواند بر بهبود روابط اسلام آباد با واشنگتن تأثیرات مثبت داشته باشد. این در حالی است که وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه در پارلمان کشورش گفت که اسلام آباد به تنهایی نمیتواند در پایان دادن جنگ در افغانستان کمک کند و به گفته وی آوردن صلح در افغانستان مسئولیت مشترک کشورهای منطقه مثل هند، ایران، تاجیکستان و چین میباشد. شاه محمود قریشی به قانونگذاران پاکستانی همچنین گفت از آنجایی که هند در افغانستان حضور دارد همکاری دهلی جدید در آوردن صلح نیز یک امر ضروری است. از سوی دیگر پاکستان از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر قرار دادن این کشور در فهرست سیاه کشورهای ناقض آزادی مذهبی انتقاد کرده است. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه امروز این اقدام را یک جانبه و با انگیزه سیاسی خوانده است. در خبرنامه آمده است که پاکستان یک جامعه چندین مذهبی و کثرت‌گرا است که در آن پیروان مذاهب و عقاید گوناگون با همدیگر زندگی می کنند. وزارت خارجه پاکستان افزوده است که آن کشور برای حراست از حقوق اقلیت‌هایش با مشوره هیچ کشور نیاز ندارد. پیش از این ایالات متحده آمریکا گفته است پاکستان را در فهرست سیاه کشورهای قرار داده که در آنها آزادی مذهبی نقض می شود. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که پاکستان را در ردیف کشورهای ذکر می کند که نگرانی مذهبی زیاد در آنها وجود دارد. گروه های مدافع حقوق بشر از وضعیت اقلیت ها به شمول شیعیان، مسیحیان و پیرویان احمدیه در پاکستان نگرانی دارند. و حکومت پاکستان اخیراً وبسایت های سرویس اردو و دیوه صدای آمریکا را به دلیل پوشش خبری فعالیت های تحریک تحفظ پشتون های پاکستان مسدود کرده است. سرویس دیوه صدای آمریکا برای مناطق پشتون نشین پاکستان نشرات دارد. فعاد حسین چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفته است وبسایت های سرویس اردو و دیوه صدای آمریکا به خاطر نشر خبرهای نادرست و جانبدارانه مسدود شده است. اما یک منبع در اداره استخبارات پاکستان به شرط افشا نشدن نامش به صدای آمریکا گفت که دلیل مسدود شدن این وبسایت در پاکستان پوشش خبری فعالیت‌های تحریک تحفظ پشتون‌ها بر رهبری منظور پشتین است. برای بحث بیشتر در این مورد منزه شهید همکار ما در سرویس دیوه صدای آمریکا را با خود داریم و بحث را با ایشان دنبال می‌کنیم. خانم شهید تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین و تشکر از وقتتون. به نظر شما چرا پوشش خبری فعالیت‌های تحریک تحفظ پشتون‌ها بر رهبری منظور پشتین یک مسئله حساسیت برانگیز در پاکستان است؟ و گزارش میشه که در داخل پاکستان رسانه‌های محلی اصلا در مورد فعالیت‌های از اینا پوشش خبری نمی‌خواهند داشته باشند. چرا؟ در این آخر علاوه بر گزارش‌هایی که از سوی نهادهای بین المللی آمده که
از خاطر آزادی بیان پاکستان، طور که شما هم بیشتر ذکر کردین. خود خبرنگاران و دستندرکاران رسانه ها هم زیر فشار هستند و اونا هم راپور دادن که اونا زیر فشار هستند، حتی تا این حد که آنها را به بهانه های گوناگون از کارشان یا از وظایفشان اخراج میکنن یا برکنار میکنن. ولی خود مسئله جنبش تحفظ پشتون ها که است، گروه هایی که مثل این تحفظ است که حلقات مرکزی دولت پاکستان آن را آلای دست بیگانه ها می خوانند، حتی در بعضی اوقات میگن که دشمن پاکستان است، آنها به هیچ صورت نمی خواهند که بر از اینا پوشش بتن در رسانه ها، و خود رسانه ها می ترسن، رسانه هایی که نمی خواهند برطرف شوند به حکومت پاکستان یا به نظامی اردوی نظامی پاکستان. این هدف های دلیل های بزرگی هستند که این تحفظ در پاکستان، در داخل پاکستان نمیخواین که پوشش بتن، و حتی حالا کوشش میکنن که منبع های خارجی یا رسانه های خارجی که برشان پوشش میده او را هم مزدود بسازن، مثلا که شما گفتین مثلا دیوه. کار شما را مزدود کردم. اگر معلومات بتین، چند روز میشه که وبسایت های شما و یا هم فعالیت شما در داخل پاکستان مسدود شده و وضعیت کار برای همکارای محلیتان در اونجا چگونه است؟ وضعیت کار بر خبرنگاران به طور عموم در پاکستان خوب نیست و خبرنگاران طوری که در راپورها در گزارش میبینین که زیر فشار قرار دارن و حتی بعضی از خبرنگاران خودسانسوری را میپردازن. البته صدای امریکا از این نوع خودسانسوری مستثناست، ولی به طور یا گونه ظاهرن فشار وجود ندارد بالای همکارای ما، یعنی همکارای صدای امریکا، ولی باز هم به طور عموم خبرنگاران زیر فشار هستند. فعلا وبسایت های دیوه و اردوی صدای امریکا در پاکستان مسدود شده، ولی از دیواره اینا رسما نگفته بودن، قبول نمیکردن، ولی ما راپور داشتیم که دیوا اونجا نمیتونه نشر شوه وبسایتش، ولی دیوا رادیو که هست هم تلویزیون، نشرات تلویزیونی دارن و رادیویی و رادیوشون بسیار زیاد، ما یعنی آدینس داریم که میشنون، شنونده های بسیار زیادی داریم در خود پاکستان، در افغانستان و در دیگه ممالک جهان، ولی فعلا از طریق فیسبوک دیوا هم میتونن که در پاکستان نشریاتشون یا باشد. پس بر اساس معلومات شما معلوم میشه که تنها وبسایت های خبری شما مزدود شده؟ بله. اما نشرات رادیو که میتونه همزمان به گونه مستقیم در فیسبوک شما هم باشه، در صفحات اجتماعی مسدود نشده. بله. و بیننده های عزیز، پیام عمومی است که اگر شما علاقمند تعقیب اخبار دیوه هستین، اگر در وبسایت ها مراجعه کردن میتونن تمام اخبار و مواد شما را میتونن از طریق رادیو، فیسبوک، رادیو، صفحات اجتماعی شما، اینستاگرام، بله، از طریق صفحات اجتماعی میتونن دنبال کنن. خانم شهید، تشکر از اینکه وقت تونه بر برنامه دادین، با امید از اینکه در برنامه بعدی هم همکار شما بوده و با شما بحث های تشکر از شما. لطف کردین. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، منبع اخبار موثق و گزارش های جامع. تا سه ماه دیگر حکومت افغانستان 2500 کارگر را به گونه رسمی به امارات متحده عربی می‌فرستد. در سه دهه اخیر این نخستین بار است که یک کشور به کارگران افغان ویزه کار صدور می‌کند. وزیر کار امور اجتماعی افغانستان می‌گوید که اعزام این کارگران آغاز کار و یک آزمایش است و این روند گسترده تر خواهد شد. اینجا مرکزی ترین بخش شهر کابل است و اینان تنها یک بخش خیلی کوچک از حدود 2 میلیون کارگر است که کار ندارند. میگوین بیکاری های گسترده زندگی را برایشان دشوار ساخته است. بیخی مردم از بیکاری میرن، در رنج هستند.
یک روز کار است یا نیست، در یک ماه یک روز کار پیدا نمیشه. مردم کنه که در قرض وام در دکاندار قرضدار از یک قرضدار. بر بنیاد آمارهای 1.9 میلیون افغان واجد شرایط کار بیکار هستند. خیلی های دیگر هم کار دائمی ندارند. حال حکومت افغانستان با اعلام استراتژی اعزام کارگران به خارج، نخستین گروه 2500 نفری کارگران را در ماه حمل به امارات متحده عربی میفرستد. شاید تعداد کم به نظر برسه، ولی هر هدف هر قدرم که بزرگ باشه از قدم های اول شروع میشه. با نظر داشت از اینکه 30 سال اعزام قانونی وجود نداشته، برای ما بسیار مهم است که گروپ های اول بسیار منظم، بسیار خوب مدیریت شده و به یک شکل بسیار مسلکی مدیریت شوند و فرستاده شوند تا اعتماد کارفرماها در امارات متحده عربی جلب شود. این اقدام با استقبال کارگرانی روبرو شده است که میگویند روزها چشم انتظارند تا اگر کار بیابند و لقمه نان خانه ببرند. خوب است که مردم بودن در مملکت خارج کار کنند که برای خانه خود، برای خانواده خود یک لقمه نان اقلال این چی کنند. از این مملکت رنج دیده ما میخواهیم که بریم در دیگر مملکت کار کنیم. حکومت افغانستان میگوید که با ارسال قانونی کارگران، حکومت زمینه تامین حقوق، ارسال پول و بهزیستی کارگران را فراهم میسازد. این کارگران با حمایت بانک جهانی ارسال میشوند. ما همه باید از حکومت حمایت کنیم و برنامه هایی را تهیه کنیم تا برای کارگران جوان به گونه خصوصی و برای سایر کارگران به گونه عمومی زمینه دریافت کار را فراهم سازد. با این حال بر بنیاد آمارها سالانه تا 400 هزار جوان وارد بازار کار افغانستان می شوند. حکومت هم می گوید که هرچند رای حل اساسی کاهش بیکاری تقویت بخش خصوصی است، اما اعزام کارگران به خارج نیز بخشی از برنامه حکومت برای کاهش بیکاری است. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، کابل. اما خبر خوش، وزارت زراعت افغانستان افزایش 21% تولیدات زعفران در سال 2018 خبر می ده. گل‌های زعفران برای قرن‌ها در تهیه غذا در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. اکنون زعفران افغانستان بیشتر به بازار جهانی راه پیدا نموده و تولیدات زعفران در نقاط مختلف افغانستان منبع عاید کارگران افغان شده است. شرح بیشتر در این مورد را همکارم ژیلا در گزارش از فرانس پرس دنبال کرده. قبل از طلوع آفتاب صدها کارگر به مزارع زعفران برای جمع‌آوری گل‌های زیبای سرخ رنگ می‌روند. جمعه خان از جمله 156 هزار کارگر فصلی در هرات است که با جمع‌آوری حاصلات زعفران ساعت $1 کار میکند. ما صبح وقت که میانیم بیشتر از اینکه خورشید بزنیم اینجا گل میچینیم، هر نفر 4 کیلو 5 کیلو گل میچینیم، بعد میبریم کیلو 30 افغانی میچینیم. حاصلات زعفران بعداً به فابریکه ها برای خشک کردن فرستاده میشود و بعد از بسته‌بندی آماده فروش میگردند. مقامات تلاش دارند تا دهقین در عوض خشخاش زعفران کشت نمایند و با کمک امداد جهانی این کار تا کنون نتیجه مثبت در بر داشته است. هر خانم میتونه 2 کیلو الا 1.5 کیلو پاک کنه به هیچ پروسس. دیگه هر کیلوی 80 افغانی میگیرم دیگه و کار شاقی نیه، خیلی کار آسانه. در ولایت هرات مناطق شمال غرب افغانستان که با خشکسالی روبروان، مقامات میگویند سال گذشته تولید زعفران در ساحه 6200 هکتار زمین یا 35000 جریب زمین حدود 21% بالا رفته است. کشت و رشد زعفران با آب کم صورت میگیرد و همین دلیل با وجود خشکسالی که زندگی میلیون ها افغان را تهدید میکند، تأثیری بر تولیدات زعفران نداشته است. پارسال 28 روز گل از زمین جمع کردیم. 28 روز ما گل جمع کردیم. امسال هنوز معلوم نیه. دو شیفتم یک شیفتم خوب از زمین کمولی از ما خوب سودی میبریم. نرخ فروش زعفران از کیلوی $900 به $660 تقلیل یافته است و دلیل آن واردات غیر قانونی زعفران ایرانی به بازار می باشد. با آن هم بالا رفتن رقم تولیدات زعفران مثبت خوانده شده است. زعفران را که ما پروسس میکنیم با همون معیارها و استانداردهای جهانی همخوانی داره و زعفران افغانستان خوشبختانه نظر به خاصیت ارگانیکی که داره امتیاز بهتر نسبت به سایر زعفران‌های نقاط جهان داره. ایران به عنوان بزرگترین صادرکننده زعفران سالانه 400 تن زعفران، یعنی حدود 90% زعفران را برای بازار جهانی صادر می‌کند. طبق گزارش وزارت زراعت افغانستان، زعفران از طریق دهلیز هوایی عمدتاً به چین و هند و کشورهای خلیج و بعضاً به کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی صادر می‌گردد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنا صدای آمریکا،
واشنگتن. اپلیکیشن ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتان دنبال کنید. VOA افغان و VOA افغانستان. دوستو بخش دری در همینجا به پایان میرسه، اما نشرات تلویزیون آشنا صدای آمریکا در نیم ساعت بعدی به زبان پشتو ادامه داره. همکارم سید سلیمان آشنا میزبان شماست، ایشان به استودیو تشریف آوردن. آشنا صاحب سلام، امید است برنامه خوبی داشته باشین. مهمترین خبر شما چی هستن؟ تشکر سید جان، منگا افغانستان که ده ملی روغ جوړه پاړه باندې خبری کوو.